دنی میگه حتما شما میخوانین کباب 8 سیخه 100 افغانی، کرایی کباب 110 افغانی، کباب مرغ من این فهم قسمتش پاک شده 100 افغانی. ما دیگه به مخاطر چون کراچیوان اقتصاد مردم در این منطقه واقعا ضعیف است، مردم هم بیچاره هستند، به مخاطر ما همی کباب نرخش ارزان کردیم. وطندار عزیز سلام، وقتتان بخیر، انشالله که جور و صحت و سلامت باشین. خوش آمدین به یکی دیگر از برنامه افغان استریت فود ما. امیرزاده دیگه سر صدا را حتما کم کم دارین. ما در یک سایه بسیار پر ازدحام هستم. دی افغانان میگن مسیری که از طرف و دارالامان و چارقلا و کوته سنگی و خلاصه این تا به کمپانی و جاره که بری از این نمیجا موترایش میره. بر صورت میایم به افغان استریت فود ما. ای بار ما مزار رستوران تا انتخاب کردیم. در مزار رستوران زیبایی های دیگهش به هر صورت یک چیزه که ما خیلی دقت کردیم برازی دنی میجه حتما شما میخوانین کباب 8 سیخه 100 افغانی، کرایی کباب 110 افغانی، کباب مرغ من این فهم قسمتش پاک شده 100 افغانی. خب خیر، کدام گپ داره حتما اینجا ای که 100 افغانی است، حتما کدام قسگک داره باز اونجا گفته فی خوراک 100 افغانی، 110 که گفته ایده قناعت پذیر نیست. من میرم طرف داخل، امی مالک رستوران تا پیدا میکنم، صحبتاش همه داشته باشیم. باز رفیق کبابی ما را میبریم به داخل، یکان قصای دیگه اونجا خواد داشتیم. چی حال داری استاد؟ میایم پیش خودت، میایم بیاییم پیش ما بین. خب استی کوکو جون، جان جون نام تبو؟ شکر، نام خاک امان الله. خاک امان الله؟ یک چیز دیگه هم هست ماشاءالله، همین تسبیح بسیار کلام قلندری و آوری تسبیح میگه. بله تسبیح مو همیشه شکر کمر مو بسته است که اول خدا دیگه که خب چطور که باز نخواستی همین قلندر رو بگویی؟ قلندر دیگه باز قلندر ها خب بسیار جای مقام بالا داره و قلندر ها هر کس در اون مقام کس که رسیده نمیتونه تا جان ندی کی در جانان میرسی تا نبری کی خون میبرایه یگب خواهد آه اهل تصوف هستی؟ قربانت شما ماشاءالله. یک همکار داریم او هم تصوفی است، فیصل عاصم. او دیگه کت ملنگ می بود یک جای، ماشاءالله دیگه قصای شانس رو میشد. قربانت شما همچنان جور خواست. شکر فضل خیرت شکر باداره. چه رقم جای هستی نمیجه بر ما تو یک تعریف؟ تعریف دیگه نمیجه ببینیم من قدی افغانان است دیگه روز خود این مطلع است. شکر الله راضی استیم جل جلاله که خداوند اینی میره گرفتیم جور کردیم بخیر دیگه. کباب جور میکنه، شامی جور میکنه. چقدر دیر است که اینجاست؟ یا خب ایماق تشبه کاری ما اصلا ما دیگه جای کار میکردیم اینجا همین دوستا دیگه دو ساله ای را قرار داد کردیم و سه ماهشان طال نو شده که برآمده بخیر. خب سه ماه شده که برآمده، یعنی شما آمدین در جایم؟ ولی سه ماه شده نه، سه ماه شده که اینجا گرفتیم بخیر شروع کردیم کار باره. باز این سه ماه چه رقم از بیرو بارتون کم زیاد؟ دیگه دم فتنش خب با رمضان مبارک آمد کلی میبینی که در رمضان یک ماه در رمضان یک ماه 50,000 به نقص هستی دیگه تقریبا 50,000 هم پس هم موندن و دوستا را گفتم میشه سرش خبر نباشه ول خدا این سه ماه که تیر شد 21 ماه دیگهش باز چپندوزی زه ول خدا دیگه این تو گب خواهد. بله ما را خیر اجازه اگه بتی ما میریم طرف همو آشپزخانه تون اونجا می رفیق کبابی ما کسی که بر ما کباب آماده میکنه. جالب دیسته که همه کبابا قیمتش 100 افغانی اما یک کباب 110 افغانی، یعنی 10 افغانی بالاتر هست. قضیه چی است؟ زی از او دیگه شاید که 110 رو پس جگر باشه جگر ما باز همی یکمه که قیمتش بالا می باشه میگم ایمان عزیز یاف هست. نه ما شلا شکر کلش برابر است. ما هشت سیخ هست 100 افغانی و مرغ هم هست 100 افغانی. اون دیگه شما جگر بره داریم 120 رو با آن تو 120 رو با و مریضا میبرن که امروز تازه خریدم کیلوی 500 من خودم جگر بره را 1 کیلو 500 اونی خریدم. خوبه
ما هم امروز جگر بره را آماده میکنه برای ما که طرز کباب جگر بره. کباب جگر بره بره. دیگه این را آماده میکنه، ما میبینیم که چه رقمی را آماده میکنه، چه چیزهای را در این اضافه میکنه که یک کباب بسیار مزه‌دار میبره. دوم همیش گناه شکم خیلی هایی که گشنه است از این بغل تیر میشن در گردن شما میفته که پیسه در جیبش نباشن بوی کباب آدم را کشف میکنه. بیا میگه بیای اون بخورن، اول خدا قلندر سرش خبر نیست که میگه هر چی قباب باشه بیا خورده برو داشته بیا برکت پرت در مالت. ما هم بخیر چنون هم کار هستیم. سلامت سلامت. بیاین خبریم طرف آشپزخانه. امی فضای امی رستوران مزار یک شکل کلاسیک داره، یعنی او قدرم اسی اسی نمیشه بگویمش، او قدرم چی بگویم دان که مثل هتل قدیم قدیم که معمولا در شهر کهنه کابل دیده همیشه مثل اون نیست. شما بیاین همراه من. خب بیننده عزیز، ما در داخل مزار رستوران آمدیم. ما گفتم هر وقتی که اگر قرار باشه سمت دی افغانان بیاین از بوی کباب احساس میگیرین مستقیم اینجا میاین. باز یک چیز جالب که همون نوشته بسیار کلانش آدم از جلب توجه میسازه. ما هم داخل آشپزخانش، آشپزخانش منظم است. ما اینجا بگفتم از همون همکارهایی که میان، معمولا از دوستای ما که به خاطر نظافتی که یک رستوران چرا هم نظافت داره به خاطر از می گفتم اومده بود نامده بود، گفت اومد، گفت به توکل الله، گفت چیزی رو پیدا کردن تو کل چیز پاک منظم بود، یعنی صحیح بودنش هم تا جای خوب بوده که انشالله. امیر رفیق کبابی ماست، من نمی‌فهمم که امروز برای ما چی رو می‌خوای آماده بکنه. جور خاصی استاد قربانت. بسم الله نام تبرک بر رحیم. محمد کاظم هستم و مدت 4 سال میشه که در این مزار رستوران کار میکنم و البته جناب آیجی صاحب و جناب صوفی صاحب مانلا اینا تقریبا مدت 3 ماه میشه که رستوران گرفتن و من سابقه دارم این رستوران هستم، از هم سابقه کار میکنم. خب خودت سابقه دار هستیده. بله بله بسیار خوب. اینا کاظم جان برای ما میگی چی آماده میکنی؟ قربان سلامت باشی، بخیر باشی، هر چی که دل شما اول بخواه از کباب، چی کباب تکه باشه، چی شامی باشه، چی مرغ باشه، چی جگر باشه، ما در خدمت بیادرتان در خدمتتان است. خب ما امروز خواستم یک کباب شامی برای شما زیر شامی گرفتیم آجانا. کباب تکه هم آماده است، جگر هم آماده است و شامی هم آماده است. خب بازم ما خواستم که شامی را برای شما آماده کنم و البته انشالله که شما را مزه بده خوشتون. من خب به بیننده تو یک رقم کیو دادم، گفتم که کباب بره را جور بکنه. بره هم در خدمتتان است، گفتم ما در اول جگر در پختن چیز نداره. چرا، هر کباب مزه خاص خودش داره، یعنی کباب تکه که گوشت می باشه او مزه خاص خود داره، کباب شامی که حد ماشین شده می باشه او مزه خاص خودش داره، او جگر بره که برای شما گفتیم او جگر بره مزه خاص خودش داره. حالا ما که با شما گفتیم جگر بره، جگر بره یعنی که امو گوشت جگر گاو و جگر اینا رو ما کار نمیکنیم. این دم پشت سر ما در داخل کوچه که برین ما میجا قراردادی داریم، وقتی که اینا کشتار میکنن گوسفند بره باز مستقیم پیش خود ما میاین، میگن که امو جگر دست کار دارین یا نه. با جناب آیش سای باز میره از اموجه امو جگر گرفتم میاره. امروز هم تازه گرفتیم چون که شما دیروز موضوع شامی ریاد شدیم که شما اینجا میاین دیگه، ما هم گفتیم آماده میکنیم انشاءالله که خدا کنه که بدل شما بوده باشه. بخیر باشی، بر ما بگوی جا نظر به مگفته که دیروز برش گفتیم کل چیزها رو اینجا آماده ساخته که من این فهم چی هست و ساعت بر من تو مکمل معرفیش کن. قربانت بخیر باشی، موادایی که در کباب شامی استفاده میشه و لذت بخش میسازه کباب شامی ره شروع میکنیم. اولش خو تخم گشنیز است، گشنیز البته مایده است و دومش نمک ساده است، سومش سیر است، چهارمش هم زیره است، زیره مایده است، ولی زیره زنده را ما نمندازیم، ما مایده را مندازیم که هم خوشبوش میسازه و هم مزه‌دار، نمک چینایی و همچنان مرچ تازه است. ما استفاده میکنیم چون که این چیزیست که ما از این چیزا جور شده، ما این گوشت ماشین کردیم، قبلا ماشینش کردیم، فقط آماده سیخ زدن و ایناست که بخیر باز برای صرف بخیر آماده میشه. خب یعنی اینی مراحل تای شده آمده به اینجا. از اینجا دیگه با سیخ میزنین این را میبرین اونجا؟ ما برادر محترم
گوشت وقتی که آماده میسازیم، گوشت برای ماشین کردن اول میتیم، بعد امی مواد را دهی مخلوط میکنیم، یعنی گوشت امی مواد را دهی میزنیم، نمکش آماده میشه، نمک شینایش خوب میشه، تخم گشنیز اگه گفتیم مندازیم این مزهش میکشه، هم مزهدار میسازه، هم بویش خوب میسازه و همچنان زیره، زیره خودش یه خوشبویی داره، اگر در قابلی بندازید هر چی که بندازی اشتهاور بسیار مزهدار میسازه. و مرچ هم که بعضی کسا مندازه و بعضی کسا نمندازه، بسیار کسا دوز داره و نداره، ولی ما میزنیم، ولی بسیار کم، نه اوقدر زیاد که تندتون شوه که طفلا و سیاسرا و اینا خورده نتانن، و نه اوقدر کمه که مزهش نبرایه و فهمیده نشه که در این مارچه. یکم سوال در ذهن کلگی خلق شده، چرا کباب خوراک صد افغانیست؟ قربانت بخیر باشی. چون ای بیادرهایی که گفتم پیشتر یادآور شدم که مدت سه ماه میشه که اینا آمدن، قبل از این کباب قیمت خودش بود 1.5 ساعت 180 اینا بود. خب نظر به تحولات که در افغانستان آمد که خداوند انشالله دعا میکنیم به خیر تحولات بگذرانه و جور شوه همه چیز، نظر به این تحولات اقتصاد مردم هم ضعیف شد، اقتصاد مردم ضعیف شد، توان یعنی این گزاره ای گفته میشه نداره. بله، یا یعنی همین سمت که شما سر زیرزمینی دی افغانان اینجا میبینید، شما همگی دکاندار است، کراچیوان است، جایی نیست که کدام شهرک باشه، بلند منزل باشه، آپارتمان اینا باشه که اشخاص پولدار اینا باشه. ما دیگه به مخاطر چون کراچیوان اقتصاد مردم در این منطقه واقعا ضعیف است، مردم هم بیچاره هستند، به مخاطر ما همی کباب نرخش ارزان کردیم. خداوند خیر و برکت بر تدک کارو باشه، ما یک چیز شو اگر روز و روزگار و زندگی ما بشله، هم فقیر و بیچاره که نداره. بله، هم اینا یک چیز که شکمشون هم سیر شه و کاروبارشون هم شه. خداوند اجرش نصیبت بکنه، این که در فکر وطن هستی، در فکر وطن دارا هستی، خانی تو آباد. خیبی ما شما تا مراحل شروع میکنیم، کمی کباب و چی میگن سیخ میزنه دیگه، امی رقم است؟ بله ها، بله ها. خیلی خود تو سیخ بزن و بیرن که چه رقم است، گرشن اوجه نمیشه. بله ها، من خود سیخ میزنم براتون، کدام مشکل نداره، ولی اینجا من برای شما قبلا آماده کردم سیخ زدگی، چون که گفتم وقت صرف چاشت هم است، صرف نان وقت چاشت است، وقت تایم کار است، گفتم وقت ضایع نشه، به او خاطر من برای شما کباب اینا رو آماده ساختیم از قبل، با رومی و مرچ و همه چیزش، این موادایی که ما برای شما گفتیم اینا رو همش آماده کردیم و توکل به خداوند پاک انشالله. بازم اگر شما میگین سیخ بزن، سیخ میزنیم، هیچ کدوم مشکل نداره. نه دیگه، وقتی سیخ زدگی هیچ نیاز نیست که دوباره سیخ بزنی، خیر سر کوره میمونی، آماده میشه. ما باز از نمی یک خوراک خونوشو جان خاط کردیم، ببینیم که مزه شو رقم است. چطور استاد؟ در خدمت شما هستیم. بریم خیمو جای اصلی. بریم انشالله. من خود طرف میرم. باش کمی وطندار ما کسی که قابلی پس این سبیا مردم سمت مزار خلاصه از اینمی به پلخمری به او سو که میره، امی قابلی را که نوش جان میکنی با روغن کنجد، یا بعض رستورانت هایی که سمت مشرقی هستن، اما استادی که قابلی آماده میکنه از مزار هست. من این استاد از کجا هستی خودت؟ از بدخشان. از بدخشان هستی؟ بله. از امو سمت هستیم؟ بله، از امو سمت هستیم. بازی کار قابلی از امو روغن های کنجد و زغر هست یا از روغن های عادی؟ نه، عادی نیست، روغن کنجد هست. روغن کنجد هست. کجای بدخشان است؟ از فیض آباد هستیم. فیض آباد است. میفهمی تو کجا رفتیم؟ تو کجا رفتیم؟ ای تا شغنان و تا بارک و تا زیباک و تا اشکاشه. میدیدیم در تلویزیون میرفتیم. این همه قمانده که خواهان نرفتیم، میگن 114 سادرا هست اونجا. بله. خوبه. در کاروبارت برکت. فقط خواستم پرسان بکنم، چون بیشتر کسا مشکوک بایی هستن که می بعض رستورانت ها و تلا همی کسی که استاد برنج یا قابلی و مولنگ و مایچه هست، میگن اگر از خود سمت های اون طرف باشه، مثلا سمت شمال بخصوص بدخشان ها، بدخشان رو قدر توجه نکردیم، منطقه همین سمت های مزار گفتن زیادتر مزدار آماده میکنن. بله، واقعیت است. خانه تون آباد، باز مک میچشم است. قربان شما. خیر باشه. میریم طرف کره کباب. میرمونی بشین شما. زنده باشین، حتما هستیم. میریم طرف کره کباب، اونجا دیگه می شوازاده را کمه دیگه هم به تکلیف می سازیم که بر ما تو نوازش بتیره، بعدش باز بیاره نوش جان میکنم، بر شما هم طعمش هم میگم چه رقم هست. بینه در باشه. وطنداره عزیز، ما پیش شاهزاده هستم دیگه، ایره بر من جور داره و خیر، ایره دیگه کباب شامی میگن. اما یک گپی دیگه که ما باید بگم، من کباب شامی رو من متوجه شدیم دو تلم نبوده،
امو یک تا بوده استاد؟ قضیه ازی چه رقم است؟ چون که من مرش رو رومی زدیم میبینه شما من به مخاطر دوتا شداختیم. خب به مخاطر دوتا شد؟ اگر نخواهی مرش رومی بزنم اما یکیش میزنم. دیگه با آدم هایی که تو مرش خور باشن یا با آم خاصی رقم است؟ نه آم خاص است. تمام کبابای شامی ما هم تو مرش رومی داره و بعضی کسایی که نمیخوره ایسش نمیخوره اوسنش میکنه. بعضی کسایی که نمیخوره چند دقیقه طول میکشه؟ آماده است دیگه بخیر. خب آماده هم؟ آماده صرف است ها انشاءالله آماده است. خوبه دیگه قصه را باز ما کنار سفره می داشته باشیم. خانه تو آباد خیلی به تکلیف ساخت. خیر باشی. هیچ خیر سلامت. خواهش میکنم هیچ تکلیف نیست بفرمایید. بینید عزیز جریان کار از شروع دان دروازه تا آشپزخانه از آشپزخانه بالاخره به نقطه جایی که آمدیم دیگه میمان ها دیگه مشتری ها من میشین ما میشه آمدیم که ته آیو سب شیشتیم بر صورت اصلا کبابه که بر ما آماده کرده کباب شامی هست. کباب شامی بر ما دینروز گفتن اگر وقت بیاین که ما همین گوشت را که جدا میکنیم موادای را که جدا میکنیم میره دوباره مثلا از ماشین میکشیم گفتید فکر که خیلی وقت میکنیم میکاره دیگه ما اونقدر وقت نمیتونستیم آمده که پیشون بیاییم مزاحمت هم برشان میشد در وقت است. اما موادای را که دهش اضافه میکرد ترکیباتی که دهش اضافه میشد همیشه جدا جدا بر ما تعریف کرد. اینی طرف هم شامی کباب بگویم اتان و اینجا هم قابلی پلاو قابلی پلاو کنجد دیگه من چه یک چیزی که در شک بودم اینمی که گفتم که روغن زغر و روغن کنجد زیادتر همون طرف ها استفاده میشو. یک گپ دیگر بر من گفتی من یادم رفت همون یک نقطه را که همینجا اشاره کردی گفتی که ما من این فامیل از ذهنم پاک شد بر صورت اگر در یادم آمد حتما برات میگم در این سه ماهی که در اینجا هستین این موضوع کباب چرا شما ارزان ساختین؟ ما دیگه ارزان میسازیم که برادرها تبل اومدن مردم پیسه ندارد شما واره میکنه؟ خدا مهربان است ها میشه میصرفه وکلش به الله دیگه ما خواهم تو که خدایی خلنده میزنیم که این پرده مردم شد اگر یک تنون یک پله بوره ترمز چای در پیشش هشت سیخ کباب بگی روغن هم دنبره و گوشت سرخی را بکش 830 گرام به بالا میشه 70 را بره بری پیش قصاب بر تو گوشت نمیتولش لیکن اینجا پیش قلندر که می هشت سیخ هم میمونه یک نان گرم هم ترمز چای هم پله بوره هم در خونه شون اگه یک قاشق بردی اینجا سه قاشق مندازن لیکن خدا جان قلندر از ذات پاک شوایی میچلانه و فایده هم میکنه به امر خدا. من میگم خداوندگان بته الله بته. یک گپ دیگه هم هست؟ بله. گاهی وقتا خانقا میرین؟ والا از وقتی که در کولا آمدیم دوستا میگن دیگه لیکن نه مطال نرفتیم خانقا نرفتیم؟ نه نرفتیم لیکن ما خدا اهل کار هستیم تو کسی ما خدا جان ول خواست کده و نیست میکنه با ما کسی تو پیرخونی هستیم ای تو سیدی هست که به مزور حالات تخنیش هم درو را بره نیم کوی زنبوره که چپا کرد روی سیل آمده هم بسونه برده رویست لیکن گفته برو دیون سید آقا را بیار اونو میجا که آمده نیم یک سیخ کباب یک چوب بره نیم تو که گورش کده مونده از ده بیلر بالا هم کلان شده همی سیل بدنی پروردگار اونو میسونه مونده ایسون حرکت کده این حال ما بالکی اونو تو کسی هستم اول خدا که گفته کنم تا که ما را خم بخواهیم هم تو هست میگن ملنگا دنبال متای دنیا نمیگردن نه مم نیستیم بزی اینا که باشه سعی کو که 8 لگه 40 هزار اینا گرفتن روز 50 هزار ماه 50 هزار سال 6 لگ 12 لگ میشه لیکن خدای کارساز اون گفتم سه ماش پاک دل بود یعنی عمل است این عمل هم خلاص صبر داخل جز گمان این مو صبر است یا عمل صبر است این صبر به سر دیگه که بخیر جوزا گندما درم میشه به خیر عمل او قطع زیاف میشه ول خدا بخیر باشی بگی خیلی یک نوش جان بکن من یک بچشم اگر صادقانه براتون بگویم بیرندو عزیز من معمولا در می رستورانتا که رفتیم به فکر از این نبودیم گفتیم کباب برا ما بیارین بازو میگه تکه کباب منم میفهمم چه رقم کباب چه رقم یک شش رقم کباب و نامش هم میگرفته میگفتیم یک دانه کبابی که مزدار است اون امور بیار خود میآورد باز میگفتیم یک کباب چیز امیال از زین من نیست میگفت یک کباب دیگه است. ای کباب کباب شامی است دیگه ما مکمل با دیتیل تعریف کرد برام ما من این فهم گاهی وقتا
کبابی را کبابش چک میکنی نمیکنی که مزه دار است یا نه؟ چک است. چک است که بهترین کباب است. هم پیسه مشتری را میگیرم هم دوایش. دارم میخورم میبرم از خدا تو را خیر بده و جسد. راستی که خداوند خیرت بده مزه دار آمادش کرده. به خیر سلامت باشین وطندار عزیز، بسیار زیاد تشکر که بر ما وقت دادید. چیز گفتنی نداری؟ نه دیگه چیز گفتنی نداریم دیگه بودار. همه بیننده سایلت دارن یک پیام یک چیز داری برشون بگویی؟ پیام دیگه بینمیز که خداوند اول از الله رب العزت ذوالجلال مخوام یک سل یک ورومی یک امنیت میخواییم و دیگه خداوند هر مسلمان کار باره بتا که این مردم سور تقوضای نمی آرزو رو دارن جوانا دیگه کلگی بیکار است میگه لیکن پیسه پنج تنان خدا پیدا کنن دیگه. خیر سلامت باشی همچنان هم. بیننده عزیز جهان سپاس از شما که تال بیننده برنامه افغان استریت فود ما بودین. ما معمولا رستورانت هایی که میریم غذای بسیار نامی شما و معرفی میگیریم که کباب شامی در بین کبابایش قیمت هم بود نسبتا گفتن مزدار آمادش میکنه بر ما جور کرد. ما هم دیگه نالشش تیم دوش جانش میکنیم دیگه. ما این فهم که همکار بخش کمره ما خوب سی گوش نشده باشه. قربان محبت هایتون که میبینین اگر برنامه خوشتون آمد لطف کرده کانال یوتیوب تلویزیون آریانا را سابسکرایب بکنین، ویدیو رو همراه دوستایتان به اشتراک بگذارین و اگر خواستین یکان کامنت که مقبولم بر ما بتین دو ما نزنین منطقه خو دیگه ایام به کامتان الان نگهدار.